کار مشکان صفایی از روبروی موزه یدوشم در اورشلیم با ما همراه میشه تا در همین رابطه گزارشش رو بشنویم. مشکان، از دیدار مقام های اسرائیل و آلمان بگو بیشتر. بله، خب مرکل دیشب وارد اسرائیل شد. صبح امروز اول یک دیدار دو جانبه ای داشت با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل. بعد از اون مرکل در نشست ویژه هیئت دولت اسرائیل شرکت کرد، یک اقدامی که بسیار بی سابقه است که یک مقام خارجی در دولت شرکت کنه. بعد از اون هم کنفرانس خبری مشترک داشته با نفتالی بنت در هتل کینگ دیوید. بعد از اون قرار هست در همین دقایق در واقع آنگلا مرکل به موزه ید وشم بیاد و از اینجا هم دیدار کنه موزه یادبود قربانیان هولوکاست. در جریان در واقع این دیدار، سه دیداری که امروز انجام شد، ایران همچنان در واقع مرکز بحث بود. همونطوری که گفتید، نفتالی بنت در آغاز نشست هیئت دولت تاکید کرد که اسرائیل وظیفه داره که از اتمی شدن ایران جلوگیری کنه. گفت که در واقع یک انتقادی کرد از جامعه جهانی، گفت همونطوری که ایران داره وقت تلف میکنه و کشورهای جهان منتظر این هستن که ایران به میز مذاکرات برگرده، همچنان سانتریفیوژها هم دارن در ایران میچرخند و جمهوری اسلامی بیش از همیشه به ساخت سلاح اتمی نزدیک. گفت در 3 سال گذشته جمهوری اسلامی در این زمینه پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده. آنگلا مرکل هم به این موضوع اشاره کرد، گفت که او همچنان در واقع راه حل دیپلماتیک رو بهترین راه میدونه، اما تاکید کرد که او هیچ وقت برجام رو یک در واقع قرارداد عالی ندونسته، اما بودن اون رو به نبودنش ترجیح داده. همونطوری که گفتید، اشاره هم کرد که کشورهای جهان باید یک پیام روشن به ایران بفرستن که باید هر چه زودتر به میز مذاکرات برگرده. در مورد تهدیدهایی هم که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل مطرح میکنه به اون هم اشاره کرد مرکل و گفت که ما از این تهدیدها سرسری عبور نخواهیم کرد. الان به موزه ید وشم رفته، همون جایی که تو الان هستی. برنامه های بعدیش چی هست؟ بله، خب قرار هست اول در همینجا یک دستگلی رو در واقع تقدیم قربانیان هولوکاست بکنه در همین ساختمون پشت سر من. بعدش به حیفا میره، در اونجا دکترای افتخاری بعدش با رئیس جمهور اسرائیل دیدار میکنه، بعد به حیفا میره دکترای افتخاری میگیره از دانشگاه تخلیون، و شب هم قرار هست دوباره با نفتالی بنت و بعضی از اعضای کابینه دیدار بکنه و یک ضیافت شام دارن که بنت گفت در اونجا بیشتر در مورد برنامه اتمی ایران صحبت خواهند کرد. ممنونم از تو اشکان صفایی، همکارم که با ما